وفونیت بگزوده سردار ریاست تحقیقات استراتژی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 16 نویبر سال 2022 در نشست مشورتی بخشیده به وضع افغانستان در پایتخت روسیه فرمات مسکو پیرامون پایمال شدن حقوق تاجیکای افغانستان در عهد رژیم نو طالبان اظهار نگرانی کرد. دیپلمات تاجیک گفت بعد در افغانستان به قدرت رسیدن جنگجویان حرکت تندرو طالبان در آن کشور شکار سراسری تاجیکا شروع شده، تاجیکای افغانستان را در پنشیر و کابل و دیگر ولایت‌های شمال با بهانه همکاری با جبهه مقاومت ملی میکوشند. نیتبگزاده همچنین تاکید کرد که حکومت فراگیر با جلب نمایندگان تمام گروه‌های قومی و سیاسی در افغانستان تا حال تشکیل نشده است. وفای نیتبگزاده همچنین خبر داد که در عین زمان تاجیکستان به مردم افغانستان برای رسانیدن کمک‌های بشری دست یاری خود را دریغ نمی‌دارد. به گفته او از جمله توسط 6 پول در مرز تاجیکستان با افغانستان ساخته شده مواد خوراکه به مناطق دوردست دشوارگذر افغانستان رسانیده می شود. نشست پرسونای فرمات مسکو با اشتراک یک هیئت بلندپایه طالبان برابری معاون سروزیر حکومت تشکیل کرده آنها عبدالسلام انفی دایر شد، ولی امسال طالبان به نشست مسکو هیئت خود را نفرستاد. کشورهای دیگر نیز در نشست امسال در سطح نمایندگان ویژهشان در امور افغانستان اشتراک کردند، در حالی که برخی کشورها از جمله خطای و ازبکستان و قزاقستان از جامعه بین المللی خواستند که مقامات نو افغانستان را از حال انزوا بیرون آورده دسترسی آنها به ذخیره های مالوی آن کشور را اجازت بدهند. کشورهای دیگر از جمله ایران و تاجیکستان دیگر باره به تشکیل حکومت فراگیر با جلب نمایندگان تمام گروه های قومی و سیاسی در افغانستان دعوت کردند. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج آخرین نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا و ناتو در بین همگی چند روز و تقریبا بدون کدام مقاومت جدی از جانب نیروهای قبلی توانستند قلمرو افغانستان را قریب به پارگی زیر نظارت خود درآورده رژیم قبلی خود را با نام امارات اسلامی افغانستان برقرار کنند. تا حال رژیم نو طالبان اعتراف بین المللی را به دست نآورده است. تاجیکستان از جمله کشورهای انگوشمور است که از اول نسبت به رژیم نو طالبان موقع تند گرفت و تشکیل حکومت فراگیر با جلب نمایندگان همه گروه های سیاسی و قومی بخصوص تاجیکای افغانستان را شرط اساسی برای همکاری و شناخت آنها نامید.